با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا، من خبرها رو از یک طرف میخونم، به قول کرمونی هم پسا. شعارهای اشعاری که این روزا دارم میدن خیلی جالبه. این آخرین پیام هدف کل نظامه. انتقاد زیبا کردن و راهپیمایی نمایشی 22 بهمن یکی از گندهایی که زد همین بود. مثلا توی یک شهرستان مستقیم نوشته زنده پخش میکنه، هوا آفتابیه اون شهر، کسی گرفته فیلم فرسته که هوا عبدیه و از این کار. اینقدر شیروهتون بگم پوچ و دیجوهی اصلا خودشون باورشون میشه. خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. این همه حماقت مثلا اصفهان نشون میده که میدون فلان 10 نفر هم نیستند، یا دور اون دور زاینده رو چیز گذاشتن، صندلی گذاشتن، هیچ کس نرفت، همه شهر همینطور بود. وقتی اینا تهران جای سوزن انداختن نیست، یک صحنه هست اوورده گرفته، های میره های برق، های میره برق، بدبخته بیچاره، بدبخته بیچاره. همین بستونه، سر خودتون کلا میذارید، معلومه که میدونن، معلومه اهمیت نداره. این دروغا بدتر میکنه. میگن خدایا 44 سال چه کثافت و دروغ بر ما حکومت کردن. از خمینی اند دروغگوی دنیا، ریاکار، شیاد، تا خامنه‌ای بی‌شرف. چقدر این دروغا زشته. من نمیدونم واقعا بچه ادیتوریتی چی کار میکنه صدا سیما. بابا ننگ بر شماها، خاک آدم بر سرتون. نکنید، این پورا خوردن نداره، این پورا روزگارتون سیاه میکنه. بچه مردم توف و لعنه به شما، مسخرتون میکنن، جوک میشید، جوک 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 جوک، فهمیدید؟ که شدید البته، حالا ارباباتون هم که دیگه جای خود داره، خاک آلم بر سرتون میکنن، خاک آلم بر سرتون میکنن. دوزار دوتا چیز خود این کارهای سر مردم هم سرسون کرا نمیره دیگه، نگاه نمیره اصلا مردم شما. بله، مثلا برای همین جشنواره برید نیمه ها کرد، کسی نیمد مجانی کرد، کسی نیمد، نمیره، مردم نمیان دیگه. شما پایگاه جایگاه نداری. یه آقای بهش دیپلم دادم، بعد دیپلم توش اسمش اشتباه سنه، بعد امضا هم نداره، فقط تونتون یه دیپلم من گرفتم. خیلی بدبخت. رئیس گروه واگنر از مواجهه ارتش روسیه با مقاومت شهید نیروی اوکراینی در باخمود خبر داد. خبرها میرسه از اونجا برای من که واقعا تلفات سنگین تو همین چند روز داده روسیه، وحشتناک تلفات داده و جوری شده که اصلا موندن گیت شدن، ولی خونه های مردم میزنن. خب بزنید، من یه زمانی که رفتم اولین بار اصلا لبنان دیدم، گفتم 300 سال نمیتونه اسرائیل اینجا چیز بکنه. گفتن چطور؟ گفتن اینا خونه هاشون توی چیز هست، توی جنگل اینا هست، این باید چقدر بمب بندازه تا یه خونه ها داغون نمیتونه، باز میسازن جاش. جنگ هیچ هنر و هیچ نفعی واسه هیچ کس نداره، چه واسه کسی حمله میکنه، چه واسه که بهش مرتجز قرار بگیره. جنگ با جنگ کار درست نمیشه، جنگ آخرش ننگه، آخرش بدبختی و فلاکته برای همه. نکنید، بس کنید، بمیرید. بابا 1000 بار بدی کردید، یه بار خوبی کنید، چه سمنی میدید ازش؟ این جنگ رو بذارید کنار، جنگ به جا نمیرسید، به غیر از که خودتون 70-80 سال آویزون هستید. آقای اسرائیلی ها، روسیه هم همینطور. روسیه فقط داره بقای چند سوا بیشتر پوتین است که این کار رو دارن میکنن. چه وقتی میجنگن میگن مردم تظاهرات شروع نکنن، کار جمهوری اسلامی جهزاد کرده، همیشه یه جا بوده سرش گرم کرده که مردم بگن آقا ما در حال جنگ هستیم که عمر جنگ نبردید، معنی جنگ هم تغییر داده. بیشرف ما روایت یک شهروند از آویختن بنیر در حمایت از اعتراضات، قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان. این توی تهران هست. حضور کمرنگ مردم در راهپیمایی کمک 22 بهمن اصفهان واقعا به 100 نفر نمیرسن، ولی خب میان دوربین میرن زوم میکنن جلو. ویدیو یک شهروند از حضور محدود ایرانیان در راهپیمایی 22 بهمن تبریز، یعنی تو پیاده رو میرن باز اینا 60 70 نفر هم نمیشن. ویدیو یک شهروند از حضور محدود ایرانیان در راهپیمایی 22 بهمن تبریز نشون داره میده. حضور حامیان حکومت در مراسم 22 بهمن، رئیسی از ستمشاهی پهلوی انتقاد کرد. تو موقع کجا بودی؟ بچه مزلف.
ابراهیم رئیسی در سخن 20 بهمن با اشاره به عفو شماری از زندانیان و بازداشت شدگان آن را ناشی از نگاه پدرانه ای بی پدر بشی مازدتر دست از شما پدرانه علی خامنه‌ای دانست. خامنه‌ای گه خورد با تو، خوبه همین میخواستی؟ میرون مادر بزرگ باید یه بار این خبر خیلی فوش میداد، بعد یه خواب اتفاق افتاد، فوت کرد و رفت و بعد 3 ساعت برگشت دیگه فوش نداد. تمام کسی بهش فوش داده بود که این نمیشناخت و یقش گرفته بگذاریم، داستانش زیاده، دیگه فوش نمیداد، هر کاری که هم فوش نمیداد. بعد توی روستامون داشته میرفته، تو همون هفته 3-4 تا پیرزن میمیرن. یکی از فامیلا میگه که بیرک بیرک پیرزن پیرزن برو خودت قایم خبشیر. میگه ساد چرا بابا جان؟ میبره چی پسر جان؟ میگه که اسرائیل اومده پیرزن میبره. نگاه بهش میگه اسرائیل گو خورد با تو، خوب شد همینو میخواستی؟ آقای رئیسی همینو میخواستی؟ درخواست بسیاری سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا از سوی معترضان. این خواسته خیلی خوبیه اینها. کم کم ویدیو راست آزمایی تصویر زنده راهپیمایی 20 بهمن در توسط یک شهروند نشون میده. تلویزیون همزمان میدون رو نشون میده که دیگه هیچ کس نیست. خیلی بامزه است. خلاقیت یک شهروند. مرگ بر خامنه‌ای بر برف زمستانی. چی مرگ بر خامنه‌ای هم نوشته خود شاهکار درمش گرم. یک شب از حضور دستفروشان در بولوار استاد معین تهران برای شلوغ کردن راهپیمای حکومتی میگوید بلیت نیمبا برای پر کردن سینما صندلی جشنواره که خوب نتیجه نداد. خبر ویژه رئیسی چی بود؟ آغوش ما برای فریب خوردگان باز است. از شما ها بله، فریب خوردن از شما بازه. تو یک آغوش برات بستن به زودی زود دیدیم تو آمریکا دیدی چی کار کرد شاهزاده؟ دیدی یه نفر چی کار کرد؟ دیدی شما 1000 تا محافظ و کوفت زرمادی شاهزاده چه قشنگ راحت رفت اومد و چه سخنرانی قشنگ کرد؟ این اون صداقت، اون ایران ستیز نیست، اون ایران ساز هست. بله شاهزاده پهلوی به صدای آمریکا، ادامه گفتگوی غرب با جمهوری اسلامی دخالت در امور داخلی ایران است. دمت گرم. این گفتگو رو متوقف کنید. دیگه حالا حکم میکنه. دیگه حالا میفهمه که مردم پشتشند. مردم هستند. توان داره، قدرت داره، اراده میکنه و میگه. 80 میلیون نفر پشتشند. هر کی غیر از این عمل بکند، باید برود و بمیرد. الان تمام آشغالی که از 57 اوندان انقلاب کردن، همه اینا مگس، این مگس تو کثافت این برابر دیگه اصلا میشه پیدا کنند. خیلی بدبختید. خیلی فرق زاستی. مغزتون نقصون دیگه تبهم همه تو پوچ گن توش کثافته که مگسوار فکر میکنید توف تو شرف را داشت. شما همه قاتل جنایت کارید شریک اینا هستید. کثافت ها. شهرزاد پهلوی اختلاف نظر به مفهوم دشمنی نیست در پاسخ آمریکاست. زمان هستی که به فکر آزادی و سربندی ایران باشیم. اگر کسی ایرانی باشد اینجور فکر میکند، اگر یک جو شرف داشته باشد اینجور فکر میکند، اگر مزدور باشد دهنش دهن باسن مبارک اینون باشد نمیتواند فکر کند. این کلمه تریشین میماند. چه تیکی خوبی هادن هر کلمه تریشین کلمه شد. آقا به ما تو این کلمه خوب کاری کردم جیگرتون هم در برم کسافت هم کلمه تریشین همینه دیگه جیگرتون در برم تو میان بیرون بعد میمیرید. تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در سالگرد انقلاب 57 استرالیا. با اینی که دوریم از وطن، پشت شماییم هم وطن. بله نبرد خونی در اوکراین، فرار روس‌ها برای حاصلسازی سی دستگاه خودروی زرهی. پدرشون در آوردن اوکراینی‌ها، پدرشون در آوردن و دمشون گرم. یعنی تابوی روسیه رو شکستند، به گند کشیدند، له کردند و کردن زباده تاریخ. خانم شیرین عبادی، باری کلا به تو خانم شیرین عبادی، جایزه نوبل گرفته. انقلابی که در ایران آغاز شده قطاری است که سر ایستادن ندارد و ایستگاه آخر سقوط رژیم است. تو که به اینجا برسی دیگه بقیه رسیدن مطمئن باش. راست آزمایی یک ادعا، ایران همچنان بزرگترین زندان فعالان رسانه است. آقای وزیر کشور گفت ما اصلا نداریم. بریشتون میخندن.
سرتون این بحث کبیر بحث کردی بول لگت میزنن بو باسات که با مغز بریم پایین. دروغ تا این حد، دروغ تا بو حد مرد دروغاتون بده بی شرفا. یه چیز بگی که بگنجه. اینم گوش کنید بچه‌ها، اینا اینجوری فکر میکنن که خودشون بدبخت میکنن. خوب گوش کنید. جلو خامنه ای افتاد. همین کارا رو میگم باورش میشه. هر کی با آل علی در افتاد بر افتاد. از شما کسی هست بالاتر که این کارو کرده باشد؟ همون حضرت علی تو میگه که یک بیگناه کشته بشه یک جامعه کشته شده است. همون علی خیلی سو گفته، همون یک هزار میشه عمل بکنی چیزی نمیکنه. شما آل شیطان هستید، شما آل شیطان هستید بدون بربگه بدون استثنا. خامنه‌ای هم خیلی خند میزنه، خوشش اومده که حرف ازم گفت، باورش شد دیگه. صحنه از حضور باشکوه مردم تهران در کنار مسئول کشور و لشکری بیراه پایین 20 بهمن نگاه میکنه عکس واقعی بازی نگاه میکنه خندهتون میگیره. توی سوالی که برام اومده، سوال خیلی زیادی هست که آقای محمدی برای ترافیک آینده کشور چه فکر دارید؟ تو جاش جان نیست اینقدر که پرسیدن به ترافیک تهران و شهر دیگه. من پیشنهاد میدم حکومت آینده چند مثلا 2-3 هزار نفر بفرسته کشورهایی که ترافیک ندارن، شلوغ هستن ندارن. شهر بنبی بالغ بر 65 میلیون جمعیت داره. این کشور، این شهر ترافیک مسئولیت نداره. علتش این است که اتوبان تو شهر نیست. یه اتوبان از فرودگاه میاد و سلامت، یه اتوبان کنار دریاست. وقتی اتوبان میاد میرسه به شهر، این تهران از چند اتوبان میرسه چهار پارک وی برای میرسه، حجم خیابون که حجم اتوبان نیست میشه ترافیک. خروجی با ورودی با هم نمیخونه. بنبی 64-5 میلیون جمعیت داره، ماشین و موتور هم تا جایی که بخواد تا هست، اما کاری که کردند تمام خیابان ها یک اندازه است، ارزش یک اندازه است، طولاش جوریه چراغ سبز هم حرکت بکنه، هر شهر در حرکت دیگه ترافیک نیست. اون اتوبان هم که از فرودگاه میاد خب تو مسیر چند قسمت تقسیم، هر قسمت بنبی بخوام برن یک قسمت میشه، در حالی اونجا ترافیک ایجاد نمیشه. من توصیه میکنم به جوان آینده حتما شهر بنبی رو ببینید، الگو برداری کنید و بهترش رو اقدام کنید، نه که کپی بکنید. یکی هم شهر یکی هم کشور تایوان به تشریف ببرید اونجا ببینید. تایپه برای تمام دنیا تو شهر تایپه برای ترافیک فکر شده، شاهکاری در مورد خودش و کمک زیادی بهتون میکنه. بعد بیاین برانداز کنید و بهترش را اقدام بکنید، چون قطعا ضعفای داره، حالا پیدا شده ضعفاش. این دو شهر رو من توصیه میکنم، شهر دیگه هم هست ولی این دو تا شهر تو دنیا زوازن خواسته. اینم وسط کار گفته باشم که نگید آقا محل نمیده سوالام. بله شعار خیلی تندی توی شبای مشهد دادن، جشنواره پج خیلی بامزه است. حمایت چهره سیاسی و مدنی از برنامه سه مرحله میرحسین موسوی. آقای میرحسین همه این حرفا رو زدی، گذر از حکومت هم زدی گفتی، ولی تو باید محاکمه بشی. جنایتی که تو کردی، خیانتی که تو کردی در طول تاریخ ایران سابقه نداشته. منشأ اقتصاد نابود کردی تو با امرای اون کثافت نوربخش گور شده و عادلی بی‌شرف. ولی با همه تفاصیل حالا مرگ نزدیکه، چطور زندان نبردن؟ چرا کنن؟ چون هم فامیل خامنه‌ای هم چه بچه هم خلاصه تو فراماسیون پوشته. چاره جز تعیین سرنوشت ملت به دست خودش نیست، ساعت خواب. ولی خب خوبه که این اعتراف ها رو میکنید، یعنی ما قبلا هر چی گفتیم گه خوردیم با جد آبادمون، هر کاری کردیم اشتباه کردیم. آقای میرحسین خیانت آخرش همینه.
آقای خاتمی خیال شاخر همینه، خامنه‌ای بیشرف همینه. واقعا کالیفرنیا شهر بزرگ ما رو شاهکار کردن، شاهزاده هم شاهکار کردن، سخنان کم نظیر بی نظیر کردن و مردم داخلان روحیه گرفتن. بینم فکر مردم داخل نه خیر نخوابیده، این آرامش قبض و طوفان نهایی است، چون شما ماهیت نشون دادید، حالا مردم میرن خود تجدید میکنن با البته شما 90 درصد ریزش کردیم من میدونم همینا هست، ولی کاری میکنن سرتون کارستون، کاری میکنن کارستون که به قول معروف نشه جمعتون کرد و واقعا اتفاق میفته، یعنی دی ان ا تا رو جواب نده، کسی جرئت نکنه دوباره جنازه شما بیاد لهتون تو زمین پخش میکنه، بشار باران میاد همتون میبره، خودتون میخواید. این آشغال دیگه رو خامشی حرف میزد، هر کی با آل علی در وار برافتاد. خب شما بدتر از شما کسی هست؟ آیا مثلا دارم بگید به شما توی خوی زلزله میاد آب پاش میپاد دستگاه فلان میاد تیراندازی میکنه به شما؟ شما شرف دارید؟ چی ندارید؟ حرام زاده تر از شما خودتون هستید، حرام زاده و حرام لقمه. بله، شعار شبانه تهران 23 بهمن. فرمان بده شاهزاده، ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده. مایده جمهوری اعدامی طولانی خوده، من چیز میکنم فقط ببینید که مردم شعارها رو تماشا کنید، این شعارات در حمایت از شاهزاده پهلوی و جالبه که توی لس آنجلس تماماً یک ریز جاوید شاه و و و و دیگه آشغال کله ها و اینا دیگه فایده نداره، دیگه چیز نیست که آقای پهلوی پرچم فلان نه تو گوه خوردی با جد آباده، آشغال آشغال کسافت مزدور وطن فروش تجزیه طلب خاک آدم بر سر. جنگ اوکراین، نیروهای روسی بیشترین آمار تلفات را ثبت کردن توی اخیر. هشدار رئیس جمهور اسرائیل در مورد تشدید بحران در کشورش، باید بحران بشه، تو شما فتنه ها کردید، تو خونه شیشه نشستید سنگ دارن پرتاب کلوخ پرتاب میکنید، روزگارتون سیاست. رئیس جمهور اسرائیل هشدار داد کشور در آستانه فروپاشی قانونی و اجتماعی است، شما باد کاشی طوفانا درو میکنه، شما ظلم ستم کردید، شما جنایت کردید، خیانت کردید، اول از به خانواده خودتون، به نزدیکان خود، بعد به مردم دیگه، کشور دیگه. شما با دارو فروشی و با اسلحه فروشی به جایی میرسید، شما فکر کردید این پولش به شما جواب میده؟ اسحاق فلان در یک نوت اعلام نشده تلویزیونی از تمام جناح خاص دیوانگی رو کنار بگذارن و با هم کنار بیان. بحران سیاسی اسرائیل را تر دولت برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی شدت گرفته است. شنبه ده ها هزار نفر برای ششمین هفته متوالی در اعتراض به دولت تظاهرات کردند. آنها تصمیم دولت برای تغییرات اصلی در دستگاه قضایی را حمله به دموکراسی اسرائیل میدانند. مخالفان برای اعتصاب سراسری در دوشنبه فردا فراخوان دادند. حقتون همینه، اصلا غیر از این باشه قانون کانات نیست، وجود نداره، اصلا باید دیگه فاتح همچی رو خوند. بله، کلیپ زیاد میده بعدم میزن سر فرصت. FBI در خانه مایک پنس معاون دونالد ترامپ اسناد محرمانه پیدا کرد. بابا دوز بازاره، اسناد محرمانه فوق محرمانه رو قایی تو خونه رو قایم کردید، حتی دوز بازارم هست، چون ذاتون دوزه. خب ایامتون کار روزگارتون خوش، تا کلی بعدی.